ها در دانشگاههای ایران به چالشی جدی تبدیل شدند و احساس بیعدالتی را در میان جوانان مستعدی که تلاش میکنند تا با شایستگی به تحصیلات عالی دست یابند افزایش دادند این موضوع نه تنها نارضایتی اجتماعی را به همراه دارد بلکه به کاهش کیفیت آموزشی و فرار مغزها منجر شده و ضرورت بازنگری در نظام آموزشی را به عنوان یک نیاز اساسی نمایان میسازد همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با هم میبینیم موضوع سهمیه ها در دانشگاه های ایران به چالش بزرگی تبدیل شده است. گزارش ها, ها کی از آن است که درصد بالایی از پذیرفته شدگان در رشته های مختلف اختصاص به سهمیه ها دارد. به عنوان مثال در رشته پزشکی دانشگاه تهران گفته می شود که 75 درصد از این افراد با سهمیه ها پذیرش شدند و دانشجوی نخبه پذیرفته شده در کنکور سراسری با رتبه دو رقمی نمی تواند وارد رشته پزشکی دانشگاه تهران شود. این واقعیت به عنوان ظلم به جوانان مستعدی است که به دنبال ورود به دانشگاه هستند و احساس بیعدالتی را در جامعه افزایش داده است. این روند نه تنها به نارضایتی اجتماعی دامن میزند بلکه میتواند به تضعیف کیفیت آموزشی در تمامی رشته ها نیز منجر شود جوانانی که با تلاش و کوشش به دنبال تحصیلات عالی هستند با این معضل روبرو می شوند که افرادی بدون شایستگی های لازم وارد مراکز آموزشی می شوند. این موضوع می تواند به کاهش انگیزه و اعتماد به نفس جوانان نیز منجر شود و در نهایت کیفیت علمی فارغ و تحصیلان را تحت تاثیر قرار دهد. تحصیلات در رشته های حساس نیازمند تخصص و مهارت های علمی است. از این رو ضرورت بازنگری در سیستم سهمیه بندی و ایجاد عدالت آموزشی برای همه جوانان به عنوان یک نیاز اساسی احساس می شود. این تغییرات میتواند به تقویت نظام آموزشی و بهبود کیفیت فارغ و تحصیلان کمک کند و زمین ساز آینده ای روشنتر برای جامعه ایران باشد. در حال حاضر این معضل سهمیه بندی به فرار مغزها و مهاجرت نخبگان منجر شده است. جوانان مستعدی که احساس می کنند شایستگی های آنها نادیده گرفته می شود تصمیم به ترک کشور می گیرند و این موضوع می تواند به کاهش ظرفیت علمی و اقتصادی کشور منجر شود. برای جلوگیری از این معضل ضروری است تا نظام آموزشی ایران به سمت عدالت و شایسته سالاری حرکت کند. همراه هستیم با دکتر مهدی صادقی کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین المللی از تهران آی دکتر صادقی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون آی دکتر با توجه به انتقادات گسترده از نظام سهمیه بندی در دانشگاه ایران و تاثیرات منفی آن در کیفیت تحصیلات و فرار مغزها چرا کارهایی برای اصلاحات این نظام و ایجاد عدالت آموزشی پیشنهاد می کنید بفرمایید من هم سلام میکنم به شما و بینندگان محترم من گزارشتون رو گوش کردم به طور کامل شما این گزارشی به طور مشروع و مفسود واقعا پاسخ این قضیه داده شده است که من میخوام اضافه کنم اینه که الان شرایط خوبی پیش اومده الان که دولت پزشکیان با همین همه شعارهای عدالت و اینی که همه مملکت مال همه است و حالا دیگه فقط مال خودی ها نیست الان فرصت خوبی به نظر من پیدا شده به نظر میرسه که تیم ایشون هم با اقداماتی که در دانشگاه انجام دادن در بحث تغییر بعضی از رؤسای دانشگاه ها اراده اینو دارن که این موضوع رو هم ببینید ما هر سال موقع کنکور که میشه انواع و اقسام مسائل در مورد لو رفتن سوالات کنکور ادالتی در ورود به دانشگاه ها این مسائل رو داریم هر سال هم این مسائل مطرح میشه راهل ارائه میشه ولی اقدام عملی انجام نمیشه به نظرم الان فرصت خوبی هستش که دولت آقای پزشکیان برای تحقق شعارهای خودش به این موضوع هم توجه داشته باشه و این نظام بالاخره یه روزی هر سال این موضوع مطرحه یه جایی باید این قضیه متوقف بشه ما که سی سال پیش دانشجو بودیم دانشگاه پر سهمیه‌ای بود میگفتن چند سال دیگه این سهمیه‌ها تموم میشن ولی متاسفانه نه تنها تموم نشدن الان اصلا جا... یه چیزای اضافی میشه مواردی اضافی میشه بحث حالا ما که علوم انسانی بودیم ولی الان بحث شما رو دانش... رشتهای پزشکی رشته‌های پزشکی خیلی حساس‌تر هستن کسی که میخواد فردا پزشک جراح متخصص بشه سوادش وقتی نداره با جون مردم داره بازی میکنه از اونورم خب این باعث میشه که خیلی از جوانات چه قبل از دانشگاه و بعضی هم بعد از دانشگاه تصمیم میگیرن کشور برن سالانه میلیارد ها خسارت ما داریم میبینیم از این موضوع و مسائلی که هستش دیگه و در گزارش شما به خوبی این موضوع تشریح شد بله ممنونم از همراهیتون با تشکر از دکتر مهدی صادقی کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین الملل از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند